دوستان عزیز سلام، امروز سه‌شنبه 22 تیر ماه هستش و همونجوری که مشاهده می‌کنید شاخص کل داره روی مبلغ روی عدد 1,300,000 سرسختی می‌کنه. البته ما روزهای قبل که فکر می‌کنم از دو سه هفته یک ماه قبل یادتون باشه این خط رو اینجا کشیدیم و این خط رو هنوز رو هم بهش دست نزدیم و گفتیم که این مقاومت وجود داره در هر حال و احتمال اصلاح در این مقاومت وجود داره. البته خب با توجه به مشاهدات و شواهدی که الان در بازار داریم بعید میدونم که این اصلاح خیلی زیاد باشه و یا اینکه حتی اصلاح عددی باشه. احتمال داره که اصلاح ما بیشتر حالت زمانی به خودش بگیره، یعنی که یک مدتی روی همین هول و هوش بین مثلا 1,250,000 تا 1,350,000 ما بالا پایین بره، شاخص کل روی این رنج ها هی بالا پایین بره و بعدن حالا حرکت خودش رو بستگی به شرایط که خب بیشتر احتمال میدیم صعودی باشه شروع بکنه. البته خب بعد از این گونه مواقع احتمال حرکت نزولی هم وجود داره، نمیگیم همیشه هم صعودی خواهد بود. همون اتفاقی که الان تقریبا میشه گفتش که برای بیت کوین داره میفته و خب حالا خیلی از دوستان شاید سوال بکنن در ارتباط با بیت کوین. ببینید بیت کوین هم الان مدت زمان خیلی زیادی هستش که روی همین رنج 30,000 تا 40,000 تقریبا داره نوسان میکنه. از 19 می 2021 تا امروز که 13 جولای هست، یه چیز حدود 2 ماه این اتفاق الان افتاده و روی این رنج تقریبا ما داریم یک اصلاح زمانی رو میبینیم. معمولا بعد از اصلاح زمانی ها میتونه الگوهای پرچم اتفاق بیفته که به سمت پایین یا بالا باشه، اون موقع یا صعودها خیلی خوبه و یا اینکه نزولها خیلی خوبه دیگه. در حال این خاصیت اصلاح زمانی هست که اتفاق میفته و احتمال داریم که ما روی این 1,300,000 حالا نه به اندازه بیت کوین که 2 ماه مثلا اصلاح زمانیش طول کشیده، خب اونجا جریان متفاوت هستش، ولی خب حالا به اندازه 1 هفته 2 هفته 3 هفته نهایتا ما یه مقداری بالا پایین داشته باشیم. اینها دارم میگم به خاطر اینکه این قضیه طبیعی هست و مشکلی وجود نداره. امروز همونجوری که مشاهده میکنیم ابتدا شاخص کل یک حرکت صعودی توی اون نیم ساعت یک ساعت ابتدایی کار حتی خوب بود و یه چیز حدود 5,000 واحد هم میبینید که اومد بالا، حالا 0.2% مثبت شد و بعدش مجددا از ساعت 10 به بعد حرکت نزولی شد و نهایتا به 0 رسید. همین اتفاق برای شاخص کل هموز هم افتاد، ولی وضعیت شاخص کل فرابورس خب امروز بد نبود، بهتر از اون دوتا بود. این هم میتونست بهتر باشه، ولی خب به تبع اون دوتا شاخص این هم میبینیم که اون انتهای کار باز روند نزولی را طی کرد. خب شاخص کل امروز 0% تکون خورد جاش و شاید الان خیلی ها که دارید این برنامه رو میبینید به اینکه پس پورتفوی ما اینجوری نیست. پورتفوی ما مثلا 10 تا نماد داشتیم، این 10 تا نماد ما الان مثلا 8 تاش امروز منفی بوده و مثلا 2 تاش حالا خونسا بوده یا مثبت بوده، پس اگر صفره اینها نباید منفی میخوردن، نباید تکون میخورد. ببینید منفی خوردن ها و یا این صفر شاخص کل توی وضعیت فعلی به مفهوم این هستش که الان یک سری از نمادهایی که توی یکی دو روز گذشته مثبت خوردن و اومدن بالا اینها دارن منفی میخورن، به جاش اونایی که توی یکی دو روز گذشته منفی خوردن اونا دارن مثبت میخورن. به خاطر همین نمیتونید اینجوری قیاس بکنید، یه همچین قیاس اشتباهی هستش، چون احتمال داره یک دو تا دوستان به من این صحبت کردن و خب پورتفولیوشون رو نشون دادن، پس چه صفریه که الان ما اینقدر مثلا تغییر کرده، یعنی الان نماد ما که الان 4 تاش مثلا 3%, 5%, 4% منفی خورده،
اگه شاخص کل صفر بوده نباید اینجوری میشد، باید مثلا حداقل نصفش اینجوری میشد. گفتم خب شما دیروز چه خبر بود توی پورتفول، پیروز چه خبر بود، اینا که الان منفی هستن رو برو نگاه بکن، دو روز گذشته اینا همشون مثبت بودن و الان فقط جای مثبت و منفی ها عوض شد. البته این از یک لحاظ خوبه، به خاطر اینکه بالاخره تعداد نمادهایی که منفی بودن هم بذارید مثبت بشه، این پوله باید به جریان بیفته توی بورس و به قول معروف قرار بر این نیست که فقط یه سری نمادها مثبت بشن برن بالا و اون قضیه اتفاقا بدتره که فرضاً مثلا ما بگیم آقا این 100 تا نمادی که تو صف فروش مونده اینا بمونن طوری نی، حالا مثلا اون 100 تا 200 تایی که خوب دارن مثبت میخورن اینا تا آخر ما فقط خوب مثبت بخورن، هر کدومشون مثلا 40% 50% 80% برن بالا، اونایی که منفی میخورن حالا یا همونجا بمونن یا اصلا بیان پایین. خب اینجوری بورس میزه به هم، تعادل برقرار نمیشه. ولی حالتی که امروز رخ داده باید انجام بگیره و باز هم باید انجام بگیره، یعنی الان ما هنوز تعداد زیادی از نمادهایی داریم که تو صفحه فروش قفل شدن و هنوز اینها باید رهاسازی بشه. ببینید این ساعت 9:30 دقیقه هست که میبینید نقشه اونا که داره معامله میشم خیلی سبز هستش، 89 نماد مثبت بودن حداقل 3% و مثبت 3 بیشتر افزایش داشتن و در مقابل 64 نمادی که بیش از 3% کاهش داشتن. حالا بقیه هم خیلی تحرک نداشتن، یعنی معاملاتشون شروع نشده، ولی هرچی از به اصطلاح زمان بورس گذشت نمادهای بیشتری رو میبینیم که در حال پولشون وارد شد و منفی شدن، کاهش بیش از 1% ما رسید به 177 نماد از 64 تا، ولی خب اون طرف هم خوب بود دیگه، اون هم شدن 119 تا. بنابراین حالا مثل اون روزهایی نیست که مثل پیروز نیست که یا دو روز هفته گذشته که تعداد صف خریدیامون یا مثبتمون بیشتر از منفی ها باشه، ولی خب مانند دو سه ماه قبل هم نیست که یهو مثلا 600 تا منفی داشته باشیم صفحه فروشیمون 400 تا باشه در برابر مثلا 20 تا صفحه خریدی مثلا حالا 40 نماد که مثبته. داره تعادل برقرار میشه خدا را شکر، یعنی الان این صفر خوبیه و صفر بد نیست. حالا همیشه هم قرار نیست که مثبت ها فقط خوب باشن، برخی از اوقات خب بالاخره صفرم بد نیست و حالا نسبت به دیروز تغییر چندانی نداشتیم از نظر عدد شاخصی، ولی از نظر این که بالاخره یه تعدادی نمادهایی که صفحه فروش بودن به توشون پول وارد شده، تعدادی که چند روز گذشته منفی بودن امروز مثبت شدن، از این لحاظ خوبه. شاخصاس ها رو هم میبینید که الان کگول و معاده نوری، کچاد و امید امروز تاثیر مثبت، شستا فملی همچنین این طرف توی فرابورسیا، آریا و هوش گویا دماوند تاثیر منفی داشتن، که گوهر مارون و دی تاثیر مثبت توی فرابورسیا داشتن. و باز یکی از نکات مثبت بازار امروز این بوده که امروز حقیقی ها پول آوردن باز به بازار، زیاد نه ولی عرض کنم خدمتتون که 18 میلیارد بود، من بگی 20 میلیارد امروز حقیقی ها وارد کرد. باز مقایسه کنیم به روزهایی که 400-500 میلیارد توسط حقیقی از بورس خارج میشد. حالا بالاخره درست مبلغ کمه ولی مشکلی نیست، باز هم زور حقیقی ها داره میچربه و از این نظرات صفر نیستیم، از این نظرات خوبه کار. نمادهای ولکار و مدیر، شستا، سنوسا، برکت، کاما، فولاد، لطیف، توسا، گدنا، دیف، گفتر، چخزه، کرمان هم نمادهایی بودن که امروز بیشترین خرید و فروش ها را درشون شاهد بودیم. اینم که دیگه مشخصه که حالا تعداد قرمز های امروز ما یه مقداری از تعداد سبز ها بیشتر هستش در صفحه خریدی هم. این دقیقا مشخصه میکنه با صفحه فروش هامون. امروز حدود 76 نماد تو صفحه خرید داشتیم در برابر صفحه فروشی های ما که امروز به عرض کنم حدود زیر 100 تا 98 تا رسیدن.
حالا بازم جای شکرش واقعیه که تعدادشون اینقدر کم شده نسبت به سابق. صفحه خریدامون هم در آستانه صفحه خریدار هم ببینید که اینجا 9 تا نماد داشتیم در برابر 12 نمادی که در آستانه صفحه فروش قرار گرفته بودن و خب حالا از این نظر تقریبا تعادله برقرار بوده و اینجا هم دقیقا تو این شکل مشخصه. یه مقداری ورود پول حقیقی ها بیشتر بوده توی سرمایه گذاری ها، استخراج کانای فلزی، زراعت و دارویی ها امروز ترجیح دادن ورود پیدا بکنن حقیقی ها. حقوقی ها به نمادهای بانک ها، فلزات اساسی، فرآورده‌های نفتی، سیمانی و خودرو ورود بیشتری داشتن. خب عرض کنم خدمتتون که باز اگر توی این شکل نگاه بکنید ساعت 9:30 صبح مشخصه که این قطر سبز ها نسبت به چند وقت قبل حفظ شده و داره همجور بیشتر میشه. 535 در برابر 1197 تقریبا مثل دیروز بود ارزش صفحه خریدها فروش ها در ساعت 9:30 صبح. البته خب فکر میکنم که اون انتهای کار یه مقداری بر صفحه فروش های ما افزوده شد. ساعت 9:30 صبح داخل صفحه فروش ها بودن، اصلا کلن منفی هامون 64 تا بیشتر نبودن. بعدن اینها یه مقدار بیشتر شدن، ولی خب باز هم هنوز ما نگرانی چندانی از این قضیه نداریم چون قبلا این پیش بینی شده بود و طبیعی هستش. نمادهای و پخش و شل آب عرض کنم خدمتتون که افزایش سرمایه در دستور کار دارن، همچنین خودکفا و وصندوق، اینها افزایش سرمایه های ما هستن. اطلاعیه هامون هم ارسلام خدمتتون که اینجا مشاهده میکنین شبریز اطلاعیه پرداخت سودش رو زده و دسوبان مجوز تغییر بیش از 10% در نرخ فروش فرآورده‌های دارویی را که 12 قلم هستند گفته که قیمت این محصولات از 5450 تومان به 6552 تومان افزایش خواهد داشت. که زغال یه مزایده که مجوز برداشت بهره پروانه بهره برداری از معدن هستش رو گفته. و نوین فازر، تبرک و حافظ اطلاعیه های دعوت به مجمع را زدند. همچنین دی در ارتباط با بانک دی در ارتباط با طبقه بندی دارایی هاش در تجدید ارزیابی ها اطلاعیه زده. فافزا اومده شفافسازی کرده، گفته قطع برق و این حرفا خیلی برای ما تاثیرگذار نموده. دلوغما از دریافت مطالباتش از شرکت کشتیرانی همچنین و احیا از احیا شدن کلیه مطالباتش از طریق دادگستری اطلاع داده. برای اینا مهم ها من دارم خدمتتون میگم که چه اتفاقاتی افتاده. دلوغما 11 نرخ 11 قلم دارو از قیمت 11,098 به 15,886 تومان افزایش داده. چه خبره دوستان، چقدر افزایش قیمت دارو داریم. یعنی حالا من کاری ندارم سهام اینا قطعا قیمت ها میاد بالا، ولی واقعا ببینید که تو کشور چه خبره. الانه یه چیز حدود 30-40% دلوغما افزایش 11 قلم دارویشو داره اینجا اعلام میکنه. این یکی، این طرف چند درصد، اون کی بود
همین حالا خوندیم ده صبحان بود اون یکی، اون یکی هم که ببینید حالا این یکی 10-15% بیشتر نیست، ولی این تلقما خیلی میشه، مثل که فکر کنم 30-40% داره افزایش قیمت دارو میده و در هر حال واقعا کسانی که مریض دارن توی این شرایط خیلی داره برشون سخت میشه. دیروز اطلاعیه مزایده فروشش رو داده. عرض کنم خدمتتون که قاسم گفته که آقا در 3 ماهه منتهی به خرداد برای هر سهم 119 ریال سود محقق کرده که نسبت به دوره قبل 75% کاهش داشته. دقت کنین کاهش اعلام کرده. و نوین گفته آقا سال 99 برای هر سهم 696 ریال سود گرفتیم که سال قبلش فقط 20 ریال بوده. یعنی چقدر این افزایش داشته؟ 696 ریال تو یک سال سود داده سال 99، بعدن سال 98 فقط 20 ریال سود داده. حالا این خبرها از نظر بنیادی خب مهمه. حسیر در 3 ماهه منتهی به خرداد 50 ریال سود رو محقق کرده که نسبت به دوره قبل 86% کاهش داشته، که خب قطعا بحث سفرها و بیماری کرونا شاید تأثیر گذار هستش روی این شرکت حمل و نقلی ریل سیر کوسر. پلاس کم کارخانجات پلاسکو کار سایپا اعلام کرده که برای هر سهم 3 ریال زیان محقق کرده که نسبت به دوره قبل کاهش 98% داشته. حالا نمیدونم کاهش 98% یعنی چی، یعنی زیانش کم شده، احتمالا سال قبلش مثلا 98% بیشتر از این زیان دیده بوده، حالا خب برقرار کاهش زیان یعنی سود بیشتر، این مفهوم این شکلی را میتونه برای ما داشته باشه. و نوین فازر تبرک و آفز گفتیم که مجمع خکرمان اومده گفته که اطلاعات صورت حسابهای مالیش که مال سال 99 بوده، درآمدهای عملیاتی این شرکت 79% افزایش داشته ولی سود خالصش 72% کاهش داشته. درسته درآمدهای عملیاتی زیاد شده ولی خب احتمالا هزینه هاش اونقدر بیشتر شده که حالا این درآمدها خیلی نتونسته هزینه ها رو پوشش بده و به خاطر همین سودش کم شده. از طرفی خلنت اومده گفته که سود خالص هر سهم 143% نسبت به دوره قبل افزایش داشته. پس حالا مثلا ببینید دو تا دونه خودرویی هستن، یکی خکرمانه یکی خلنته. حالا از نظر بنیادی بخوایم بررسی بکنیم، فقط توی این موردش خب وضعیت خلنت بهتره، به خاطر اینکه این میگه که سود خالص 143% بیشتر شده و میگه 72% کم شده. شرکت بورس که با نماد بورس در بورس میتونید بخریدش، اومده گفته که سود خالصش 134% نسبت به دوره مشابه افزایش داشته. همچنین شرکت کترام کارشی تک سلام گفته که سود خالص هر سهم 224% نسبت به دوره مشابه افزایش داشت. خب حالا اینا موارد خوبی است که بهشون میتونید توجه کنید. یه مورد دیگه اینه که آقا مسکن رو میخوام بیارن توی بورس به صورت متری، شما بتونی بری متر مثلا 1 متر مسکن بخری یا سهم 1 متر مسکن رو بری بخری، بعد مثلا حالا 6 ماه دیگه هم داره بری 1 متر دیگه بخری، 10 ماه دیگه هم بری 1 متر دیگه بخری، همینجوری متر 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 رو هم دیگه جمع بکنی، 100 متر که شد انشاءالله بری 100 متر رو بفروشی، بعد بری یه خونه 100 متری بخری. یعنی مفهوم اینه دیگه، و پولش باید به اندازه 100 متر مسکن باشه. خب البته حالا توی این مقاله من مطالعه کردم هنوز
قوانینش کامل نیست و در حال فراهم کردن این بستر در بورس کالا هستن، ولی خب کلیت طرح اینجوری که من براتون تعریف کردم میتونه کلیت خوبی باشه. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه حالا خیلی از این طریق میتونن خونه دار بشن، سرمایه گذاری میکنن، با سرمایه گذاری که انجام میشه بالاخره مسکن ساخته میشه، یه کارهای این شکلی انجام میشه، بعدن حالا خیلی ها اصلا یه جا نمیتونن بیان برن اصلا 100 متر خونه بخرن، ولی خب الان میتونه بیا 5 متر بخره. خیلی خب الان میتونه 5 متر بخره، سال دیگه هم مثلا 5 متر میخره، 6 ماه بعدش هم مثلا 10 متر میخره. بعد این قیمت سهام 1 متر دیگه با بازاره دیگه، فرضاً مثلا اگه 1 متر مسکن، حالا من این متر مسکن ویلایی حساب میکنه، آپارتمانی حساب میکنه، چجوری حساب میکنه نمیدن، شاید یه نماد برای اون باشه یه نماد برای اون باشه، بعدن محاسبه میشه دیگه. میگم مثلا شما الان یه متر مسکن به صورت میانگین مثلا متر 20,000 تومان داره در میاد، یا فقط قیمت ساخت حساب میکنن، ملک حساب نمیکنن، زمین حساب نمیکنن، بعدن میگم مثلا قیمت از ساخت مثلا 20 میلیون در میاد، بعدن شما روی تابلو میتونی ارزشو ببینی دیگه، این بالا میره پایین میاد، همین حدود مثلا 20 میلیون بالا پایین احتمالا میره، و در نهایت شما وقتی که اینو به یک تعدادی رسوندی که متراژت به یه خونه خورد، باید بتونی بری بفروشی و به جاش خونه رو بخری، مثلا این خونه 100 متری رو طبق این بخری. اینجوری اگه باشه خب بالاخره در بلند مدت میتونه، اگه طرح به خوبی اجرا بشه به نظر من میتونه که موفق باشه. خب سنوسا، سترام و لملت، دالبر، قفارس، قگولستا، خطراک، خدیزل، امروز تو خودروی هم داریم توی قطعات، بدرخش، کبافق و کنور، دونید دوتا توی کانه های فلزی داریم، دوتا توی خودروی ها، دوتا توی غذایی ها، دوتا هم توی انبوسازا، بقیه ها یه دونه هستن، ولی خب بازم خوبه، یعنی پخش شدنشون اصلا خدمتون مشکلی نداره. اینم که یه توضیح راجعش دادیم. وضعیت هنوز روی نمودار آرون و مخصوصا آرون فعلا خوبه، روی مکدی هم این آبی قرمزه که خب به سمت بالا داره صعود خودش رو ادامه میده، میله متاسفانه بذار کم کوتاه شده، امیدواریم که این بالای خط بمونه و بلندتر بشه تا حرکت سعودی تایی رو ببینیم. آرساک وضعیتش خوبه روی شاخص کل، در شاخص کل هموز هم تقریبا وضعیت ها خوبه، فعلا از نظر اندیکاتور خیلی مشکلی مشاهده نمیشه. البته امروز کندل درست اینجا قرمز بوده، ولی خب بازم اینم خیلی غیر طبیعی نیست، چون که ما بالاخره یه مقاومت کوچیک اینجا بوده رد کردیم، یه مقاومت دیگه اینجا جلوی رو داریم. مهم اینه که این مقاومت را شاخص کل هموز بتونه رد بکنه، با تجربه اینکه الان شاخص کل یکم به مقاومتش گیر کرده، شاید اینم یه ذره گیر بکنه دیگه اینجاها. حالا انشاءالله ببینیم روزهای بعدی چه اتفاقاتی میفته، که امیدوارم به خیر و صلاح سهامدارا باشه. دلار یه مقداری اومد پایین، 220 تومن قیمت شده پایین، سکم 10,600,000 دلار، 24,750 تقریبا الانه. خب بریم سراغ بازار ارزهای دیجیتال که الان میبینید خیلی با دیروز فرق چندانی نکرده و هنوز روی همون 33,000 داره بیت کوین میچرخه، قیمت ریالیش 825 میلیون تومان هستش، اتریوم 503 میلیون، بیت کوین کش 11,800 شد الان، بود 11,900 البته. عرض کنم خدمتتون که و خب با توجه به اینکه بیت کوین خیلی فرق نکرده، بقیه تغییرات هم در حد همون 1-2% بالا پایین شدنه و یا حتی نیم درصدی داریم مشاهده میکنیم. بنابراین حالا یه مقدار حتی دلار قیمتش در ایران اومده پایین، همین کاهش قیمت دلار یه مقدار کمی تاثیرگذار هست روی، چون خیلی که پایین نیومده، ولی همینقدر که اومده پایین در حد شاید ریالی این نسبت به دیروز، خب
یه مقداری متفاوت باشه همجور ریالی بقیه ها. این تفاوت هایی که الان دارید اینجا میبینید به خاطر این هستش. هر ترون 1500 و هر تتر 24975 تومن هستش. در حال حاضر این هم یک اطلاع رسانی از قیمت های ارزهای دیجیتال بود. خیلی خوب دوستان، ممنونم که تا این موقع با ما همراه بودید. منتظر پیام ها، کامنت ها، نظرات هستم. انشاءالله که پیروز و موفق باشید. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.